حالا در ادامه جناب استاد مهندسی پرسیدن که اگر قرآن رو بخونیم بدون اینکه بفهمیم قرآن چی میگه، یعنی تنها اینجوری بگم، حالا من یه توضیح بدم، فقط قرائت قرآن باشه، همین که آیات قرآن رو بخونیم، حالا اگر صحیح بخونیم، حالا اون بحث اینکه یه وقتی صحیح هم نخونیم یه بحث دیگه است، همین صرف خواندن قرآن آیا باز هم ثواب و حسنه نصیب ما میشه؟ ما حدیث زیاد داریم کسی که این سوره رو این آیه رو بخونه چقدر فضیلت داره. بله، کتاب کتاب خداست. انسان فرض کنید یه شما یه فرد مورد علاقه دارید در این کشور خارجی، نامه برای شما نوشته به زبان انگلیسی یا فرانسه، شما هم انگلیسی و فرانسه بلد نیستید، ولی نامه رو باز میکنید، هی بهش نگاه میکنید، هی باش عشق و حال میکنید، نامه دوستتونه، نامه عزیزتونه. یا اگر کلماتش هم بتونید بخونید ولی معناشو نفهمید، باز هم یه بهره میبرید که نامه ایست از سوی کسی که علاقه بهش دارید به دستتون رسیده. خوندن آیات قرآن هم ولو معناشو متوجه نشیم، طبق روایاتی که داریم ثواب داره. حالا استاد، اون روایتی که شما بیان فرمودید، گفتید لا خیره، این لا خیر به چه معناست؟ یعنی خیر درش نیست، به چه معناست؟ این رو هم توضیح بفرمایید. خب ما باید ببینیم قرآن برای چی نازل شده. درست خوندنش هم ثواب داره، انس با کلام الهی ثواب داره، ولی آیا این آیات از سوی خدا بر پیامبرش نازل شده که ما فقط بخونیم، یا نه اینا دستورالعمل‌هایی است که خدا برای ما بشر فرستاده؟ پس خیر قرآن و خیر بردن از قرآن به اینه که آیاتش رو بفهمیم و طبقش عمل بکنیم، اون وقت بهره میبریم، بهره‌ای که خدا خواسته. پس اگر قرائت بی تدبر باشه یا قرائت بدون فهمیدن اینکه این آیات چی میگه، اون بهره مورد نظری رو که خدا از نزول آیات قرآن از ما انتظار داره، ما اون بهره گیرمون نمیاد، ولو حالا ثوابی از روی تفضل و بزرگواری خدا به انسان بده. وقت ما چی گیرمون اومده از این خوندن؟ فکر میکنم دستمون خالیه، چون خوندیم و چیزی برداشت ازش نکردیم. حالا استاد، من میخوام یه سوال دیگه بپرسم، چون میدونم شاید بعضی از عزیزان که حالا برنامه ما رو تماشا میکنن، بعضی از عزیزان که صدای ما رو میشنون، شاید به هر دلیلی سواد خوندن نوشتن نداشته باشن و الان با طرح این مسائل کمی ممکنه قصه بخورن از این که چرا نمیتونن قرآن بخونن، چرا نمیتونن معانی قرآن رو بهش توجه بکنن، نمیتونن تدبر در قرآن بکنن. آیا همین صرف نگاه کردن به این کتاب الهی، یا اینکه شما راهکار بفرمایید، کسی که واقعا سواد نداره اما دلش میخواد که توجه به قرآن داشته باشه، قرائت قرآن داشته باشه، تدبر داشته باشه، اما راهش امکانش وجود نداره، راهکار چی هست؟ خب ببینید، ما در بحث‌های تربیتی دینیمون خیلی باید بگیم خوشبختانه سهمی از بهره‌وری ها مربوط به نگاهه. درست. چه بسا نگاه انسان رو به یه راهی میکشه. مثلا انسان به یک صحنه گناه نگاه کنه، این نگاه چه بسا آدم رو به سوی گناه هم میکشه. ولی از اون طرف نگاه به کعبه عبادت، نگاه به سیمای عالم عبادت، نگاه به قرآن عبادت، نگاه از روی عاطفه و مهربانی به پدر و مادر عبادت. چرا نگاه عبادته؟ چون این نگاه سبب میشه که انسان امواجی دریافت بکنه، تأثیرهایی درش ایجاد بشه، و اگر نگاه مهربانانه به پدر و مادر بکنه، انگیزه ایجاد بشه که به این پدر و مادری که عمری براش خدمت و خیر رسوندن محبت بکنه، احسان و محبت بکنه. اگر نگاه به مثلا حتی در خانه عالم عبادته، انسان رو میکشونه این نگاه به اینکه با علمای دین ارتباط داشته باشه، از اینها فیض ببره. نگاه به قرآن هم همینطور. این سوالی که مطرح کردید، اتفاقا حدیث داریم که حتی نگاه به قرآن عبادته، ثواب داره. ولو سواد خوندن آیات قرآن رو نداشته باشیم، همین که قرآن رو باز کنیم و به صفحات و کلمات قرآن نگاه کنیم، اینم عبادته. چون این که میگید حسرت میخورن بعضیا که چرا ما بلد نیستیم، وقتی این نگاه میکنن میبینن چیزی سر در نمیارن، چه بسا شوق ایجاد بشه که چرا اینجوری هستیم ما. آه. چرا بلد نیستیم بخونیم؟
بریم یاد بگیریم. مثل اونی که فرض کنید کسی پای یک کامپیوتر میشینه، ببینه دیگران خیلی خوب از این دستگاه استفاده میکنه ولی این بلد نیست، نمیدونه این دوگمه ها برای چیه، چه کار باید کرد، انگیزه ایجاد میکنه که بره یاد بگیره. درست. پس حتی نگاه به قرآن ثواب داره، خوندن قرآن ولو به غلط. شاید ضمن سوال شما این هم بود که بعضیا کاملا صحیح یاد نگرفتن، میترسن که اگر بخونن بعضی از کلمات رو غلط بخونن. خب عمدن که غلط نمیخونن، بگیم با کلام خدا ور رفته و توهین شده، بلد نیست. همین غلط خوندن ها کمک میکنه که به تدریج درست بخونن. مثل اون کسایی که یک فنی رو مثلا رانندگی میخواد یاد بگیره، اگه بنا باشه هیچ وقت پشت فرمان ننشینه که من بلد نیستم یا مسلط نیستم، خب باید بشینه پشت فرمان، اینقدر خطا در رانندگی داشته باشه تا زیر دست یک مربی یاد بگیره. قرائت قرآن هم ولو انسان همش رو دقیقاً صحیح نخونه، غلط هم بخونه، این سبب میشه که به تدریج قرآن خوانی صحیح رو هم یاد بگیره، به معناش هم توجه کنه، عمل هم بکنه تا بشه جز کسایی که از قرآن کریم بهره کافی میبرن و خیر بهشون میرسه. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم عزیزان، برنامه زمزم معرفت رو دنبال میکنید و در محضر جناب جلالت الاسلام المسلمین حاجی محدثی هستیم و امروز پاسخگوی سوالات قرآنی شما. من بارها عرض کردم، باز هم تأکید میکنم، این فرصت خیلی خوبی است که آستان مقدس فراهم کرده، اساتید بسیار برجسته و بزرگوار حضور پیدا میکنن و عزیزان میتونن سوالات خودشون رو تو زمینه‌های مختلف، هر روز که مباحث مختلفی رو داریم، مطرح بکنن. امروز هم فرصت بسیار مناسبی است که عزیزان سوالات قرآنی خودشون رو یادداشت بکنند و در اختیار ما قرار بدن. استاد پرسیدن که ما چیکار کنیم که به قرآن اشتیاق بیشتری پیدا کنیم و از آن لذت بیشتری ببریم. اللهم صل علی محمد. از یاد نبریم که این قرآن کریم نامه ایست از سوی خدا برای ما. چطور اگر از یک فرد مورد علاقه نامه ای دریافت کنیم، بیتابی داریم، عجله داریم که زود این نامه رو باز کنیم ببینیم چی برامون نوشته، چون از سوی کسی است که اشتیاق بهش داریم، نامش هم برای ما دوست داشتنیه. ما اگر خدا رو دوست داشته باشیم که داریم، به خاطر نعمتهایی که یک عمر به ما ارزانی می‌داره، باید مشتاق باشیم که با این خدای خودمون حرف بزنیم یا خدا با ما حرف بزنه. در روایات هست که اگر می‌خواهید با خدا حرف بزنید نماز بخونید، اگر می‌خواهید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید. پس خدای محبوب ما با ما حرف زده، حرفاش کجاست؟ توی قرآن کریم. پس خیلی باید مشتاق باشیم که نه یک بار، نه یک صفحه، انقدر بخونیم تا حرفای پروردگارمون رو که خطاب به ما بیان کرده، اونم از زبان حضرت رسول، اونم با وساطت جبرئیل امین، باید اینها رو بخونیم و مشتاق باشیم. البته روایات فراوانی که نسبت به قرائت قرآن وجود داره، اگر اینها رو هم مطالعه کنیم یا بشنویم یا بگیم که فلان سوره چقدر ثواب داره، اصلا کلن قرائت قرآن چقدر ثواب داره، اینها شوق ما رو در قرائت قرآن و انس با کلام الهی افزایش میدن. خب عزیز دیگه سوال پرسیدن، جناب استاد محدثی گفتن که در حال ختم کردن قرآن هستم، شاید بعضی از شبها صفحاتی از قرآن را در منزل اقوام میخوانم، آیا این ختم قرآن اشکال دارد یا نه؟ بعد در ادامه پرسیدن که این ختم قرآن آیا باید با فقط با یک قرآن باشد یا اینکه میشود با قرآن‌های مختلف هم خواند و ختم قرآن کرد؟ نه نیازی به این هست که آدم ختم قرآن رو تو خونه خودش انجام بده، حالا تو مسافرت، تو مهمانی، در حالت‌های مختلف، جاهای مختلف، وقتی تصمیم گرفتی که قرآن رو ختم بکنه، به مرور میخونه تا به پایان برسونه، هر جا که پیش بیاد. قرآن خاصی هم
معیار و ملاک نیست که بگیم حتما این قرآنی که تو جیبمون هست یا تاخچه خونمون هست یادش میمونه که تا کجا خونده. اگر تو حرمی و زیارتگاهی رفت ادامش رو میخونه، اگه مسجدی رفت قبل از نماز بعد از نماز ادامش رو بخونه، یا در هر فرصت دیگه. نه مکان خاصی در ختم قرآن قید شده و نه قرآن خاصی. در هر جا و هر قرآنی میتونه این مسئله انجام بگیره.